دیگه وقتشه که حقشو بذارم کف دستش. این حرفا رو نزن جان، نیازی نیست که ناراحتی ایجاد کنی. این منم که ناراحتی پیش میارم. پس کاری که اون میکنه چیه؟ خب فهمیدیم که حالش خوبه، همین کافی. آره. شبو با اون یارو گذرونده، خدا میدونه کجا. اون وقتا میگه خیالت راحته؟ خواهرت بچه نیست، اون سنیه که میدونه باید چی کار کنه. اصلا سر در نمیارم، من خودم انقدر نگران نیستم. تو چت شده؟ در واقع این منم که نمیفهمم. تو معلوم هست داری چی میگی مامان؟ توی که تا دیروز به خوردنش و پوشیدنش گیر میدادی، حالا میگی خواهرت بچه نیست؟ حتما یه چیزی هست. نه اصلا نرمال نیستی. با کرم میونتون چطوره؟ خوبه؟ چرا میپرسی؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. بگو ملیس، تو یه چیزی هست پس بگو. دیروز کرمو با یه دختری دیدم، با هم غذا میخوردن. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، یعنی ندونسته نمیخوام قضاوت کنم، اما اون دختری یه دوست معمولی نبود. رفتار کرم با من خیلی عجیب بود، انگار مچشو گرفته بودم. ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم عزیزم، همش با خودم فکر میکردم که این موضوع رو بهت بگم یا نگم، ولی بالاخره دیدم باید بهت اطلاع بدم. میشه یکم بشینی؟ دریا چرا انقدر وحشتناکه؟ آره اینجا اینجوری، حتی منم میترسم اینجا برم تو دریا. واقعا؟ یعنی تا این حد؟ وقتی بچه بودم تابستونا هر یه شنبه با خانوادم میامدم اینجا. بابام اصلا اجازه نمیداد تنها برم تو دریا. تا 3 متر میتونی بری، باقیش ممنوعه. وقتی ازش میپرسیدم چرا، میگفت دریای اینجا آدمو قورت میده. دلت واسش تنگ میشه مگه نه؟ آره که میشه، ولی عصبانیم میشم. وقتی بابا مرد منم به خاطر اینکه اون رفت و تنهامون گذاشت از دستش عصبانی بودم. بچگیه دیگه، انگار آدم میتونه زمان مرگش رو انتخاب کنه. پدر من خودش مرگ رو انتخاب کرد، اون خودکشی کرد، بازم از دستش عصبانی نشو. کی میدونه چه دردی داشته، حتما ناچار بوده، وگرنه کی دوست داره بمیره؟ خانوادشو، کسایی که دوست داره رو ول کنه. ببخشید، وقتی یاد بابا میفتم هنوزم ناراحت میشم. کاش تو دنیا هیچ کس نمیمرد، کاش چیزی به اسم مرگ وجود نداشت. عذرا تو خوبی؟ این تشنج عصبی عزیزم، فقط یه خورده خنده دار بود. تو واقعا فکر میکنی کرم به هم خیانت میکنه؟
آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ کرم هیچ وقت به هم خیانت نمی کنه. یه همچین چیزی نمیشه. دوست دارم شبنم. میدونم تازه هم دیگر رو شناختیم، ولی این به زمان ربطی نداره. من عاشقت شدم. منم همینطور کردم. تو این دنیای فانی در واقع هیچ چیزی جدی نیست، ولی شاید فقط عشقه که میتونه به مرگ غلبه کنه. با من ازدواج میکنی؟ وقتی آدم عشقیو که برای تمام عمرش کافیه پیدا میکنه، آیا عمری هم که برای عشقش کفایت میکنه؟ کجایی پس کرم؟ باشه الان میام. با من ازدواج میکنی؟ چی شده؟ خوش اومدین، بفرمایید. شبنم؟ چی شده دخترم؟ چرا ناراحتی؟ چی شده؟ بگو. مامان، الان نمیخوام حرف بزنم. مامان ولش کن، خواهرم که بچه نیست. خودت صبح همینو گفتی. ندیدی حالش چطوری بود؟ معلومه که یه چیزی شده. تو انتخاب آدمایی که باهاشون رابطه برقرار میکنی، اگه دقت نکنی همین میشه. با من ازدواج میکنی؟ نه نمیتونم. من نمیتونم ازدواج کنم. نمیتونم.
پیشنهادم رد کرد. گفت نه. اگه یکی دو هفته دیگه وقت میذاشتم شاید اینطوری نمیشد. عجله کردی. مجبور بودیم عجله کنی. عجله کردیم دیگه. چی شد؟ گفت نه. اصلا انتظارشو نداشتم. حتما یه توجیهی داشته. تو از اول تعریف کن ببینم. بهت چی گفت؟ چطوری پیشنهاد دادی؟ دقیقا تعریف کن. صبح با هم دیگه تو ساحل بودیم. شبنم، چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ با کرم حرفت شده، شاید موضوع دیگه ایه. کرم ازم خواستگاری کرد. خواستگاری کرد؟ تو چی جواب دادی؟ قبول نکردم. معلومه که چرا قبول نکرده. البته که معلومه. با زبون خودش گفت. دختره نمیخواد با من ازدواج کنه. چرا نگو کرم. دختره دوست داره. حتی دیوونه وار عاشقته. حتما دلیل دیگه باید داشته باشه. چه دلیلی؟ ببین کرم. نگفته که ازدواج نمیکنم. گفته نمیتونم. این یعنی چی؟ هر جور که گفته باشه مهم نیست. نتیجه معلومه. قبول نکرد. دختره برای این که دوست نداره یا نمیخواد نه نگفته. فکر کنم چون مریضه قبول نکرده. شاید فکر میکنه فرصتشو نداره. نمیدونم. شاید میترسه اگه بیماریشو بفهمی ازش دور بشی. و خیلی دلیلای دیگه. ببین اون قبلا نامزدی داشته که بعد بیماری ترکش کرده. میترسه تو هم همون کارو انجام بدی. نمیخواد دوباره زندگیش تکرار بشه. اگه بخواین ازدواج کنین خب مجبوره همه چیو بهت بگه. نمیدونه چه عکس العملی نشون میدی. از این میترسه. میفهمی؟ حالا هر جوری که فکر کنه عذرا چه فرقی میکنه؟ این بازی تموم شد. قبول کن دیگه. تازه چه بهتر. عذرا مال که من فریب میخورم پسرها. مال که کسی که من نارو بزنه رو زنده میذارم. نفهمیدی با چی طرفی؟ من هنوز نشناختی تو کسافت. برش دارین از اینجا ببرینش. منتظر باشین وقتی بیدار شد بدین سندارا امضا کنه. سلام کردم. گفتم خودم رو بهتر بهت بشناسون. عزت زیاد. مامان؟ چی شده؟ ندیدی خواهرت حالش چطور بود جان؟ چی اینقدر ناراحتش کرده؟ اون یارو کار بدی انجام داده؟ مگه شبنمو نمیشناسی؟ ما بهش گیر دادیم سر اون پسر خالی کرد. تو هم زیاده روی کردی. نباید اونطوری باهاش حرف میزدی. حالا دیگه من مقصرم؟ باید یه زنگ میزد و خبر میداد. از اون طرف هم اصلا خوشم نمیاد. در شأن خواهرم نیست. نگران اون نباش.
فکر میکنم اون برای شبنم یه هوس باشه. امیدوارم همینطور باشه که میگی. این موضوع هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. خب من دیگه رفتم. دوستان منتظرم. من نباید دیر کنم. دیرم شده تا الان. گاهی وقتا عشق زمان نامناسبی سر راهمون قرار میگیره، زمانی که همه چیز خاتمه پیدا کرده، مثل امید به شروع دوباره در قلبمونو میزنه. ولی آیا انسان میتونه به عشقی که خیلی دیر اومده با وجود خواست قلبیش بله بگه؟ یا فرار رو برقرار ترجیح میده؟ رو در روی مرگ ایستادن سخت‌تره یا رفتن؟ صبح خیر. صبح خیر. قبل اینکه بریم سر کار میشه یکم حرف بزنیم؟ باشه. صبح بخیر خانم، قهوه‌تون آوردم. شبنم بیدار شده؟ شبنم خانم، الان رفتم بیرون خانم. براننده بگو ماشین آماده کنه. منم باید سری برم بیرون. چشم، همین الان. ول کن اینترنتو، صبونتو بخور، مدرسه دیر میشه. کی این موقع صبح؟ خیر انشالله. وای گلشنه، الان 2 ساعت منو میگیره به حرف، خروس بی محل. گلشن جون، دوست عزیزم، چطوری؟ منم خوبم عزیزم، خدا رو شکر. چی میگی؟ فالگیر؟ میام عزیزم، مگه میشه نیام؟ با رقیه؟ باشه جونم، چه میشه کرد؟ میدونی که فالکه بگی دیگه بیخیال همه چی میشم. خیلی باحالی. ببین امروز پیش فالکی رفتیم، بعدش بیا خونه ما، گپ میزنیم دیگه، میبینمت. باشه عزیزم. خیلی خوب، خیلی خوب. اوکی، گیر داده به فالگیر، مخش تاب ورداشته ها. اون رقیه یه زبون بازم هست، گلشن که ازش دست نمی کشه. خب معلومه از صدقه سریش نون میخوره. ول کن بابا، به من چه؟ دختر من با کی هستم؟ چند بار گفتم اونو نیار سر سفره؟ تمام زندگی شده این تو درسات افت کنی، اون وقت من میدونم. و تو مامان اینجا رو ببین. چی شده؟ همون مرده که دیروز میگفتم. خب همون که شاگرد خواهرمه، خبر اونه.
چه پسر خوشتیپیه ماشالله. این کیه کنارش؟ یه مانکنه. عذرا بهش رو نداد، پسرم رفت. این جانورال دستشو دراز کنه 50 نفر دنبالشن، میخواد منتظر خواهر من باشه. آره خوب، این دختر بیعقل منم گیر داده به این کرم. این فالگیر ما دعا هم مینویسه. چطور؟ یه دعا ماهایی بنویسم، دست و پاشونو ببندم. مامان، با این سن و ساله چه حرفا میزنی ها؟ کرم معذرت میخوام، دیروز باهات خشم برخورد کردم. از دستم ناراحت که نیستی؟ من نمیتونم ازت ناراحت شم. تمام شب و فکر کردم که چی کار کنیم، چطوری از این بلا خلاصی. منم کلی فکر کردم، فقط یه راه برام مونده، فرار. از اینجا فرار میکنیم، خودمونو گم و گور میکنیم. فردا شب میرم، بلیتمو گرفتم، میرم مالدیف. اومدم باهاتون خداحافظی کنم. مادرتون چی میگه؟ میدونه که میخواین بریم؟ اگه بدونه که اجازه نمیده برم. فکر کنم حق داره. ببینین، فکر کنم دیگه نیازی نیست که بگم چه چیزایی انتظار شما رو میکشه. روزای سختی خواهین داشت، رفته رفته دردتون بیشتر میشه. میدونم، قبلنم این مریضی رو گذروندم. گوش کنین، این بیماری در هر مرحله میتونه با شکل متفاوتی ظاهر بشه. تو چنین شرایطی که بیماریتون به سرعت پیش میره، حد زدن چند هفته بعد سخت نیست. نمیتونید که از تقدیر فرار کنید. وقتی وضعم از این بدتر بشه، هر جا که باشم میرم نزدیکترین بیمارستان. تا یه چند هفته درد دست ها و مفاصلتون شما رو از پا در میاره. حداقل کنار خانوادم نمیمیرم. ناراحتی کسایی که دوستشون دارم و نمیبینم، همین کافیه. هر وقت خواستی میتونین با من تماس بگیرین. تو هر کشوری که باشین، مناسب ترین بیمارستان رو براتون پیدا میکنم. متشکرم بابت همه چیز، ممنون. شبنم خانم، لطفاً. مواظب خودتون باشین. متشکرم. در ضمن میخوام برای بیمارایی که شانس خوب شدن دارن ولی نمیتونن هزینه درمانو پرداخت کنن، کمکی کنم. به مشاور مالیم گفتم قراره بهتون زنگ بزنه. در این مورد با رئیس بیمارستان صحبت میکنم تا کارهای لازمو انجام بده. ببین، من فکر همه چیو کردم. با صدات هم حرف زدم. صدات کی؟ دوستمه، از دبیرستان. 2 ساله که اونجاست. صبح زنگ زدم و جریانو براش گفتم، گفت بیاین اینجا. هم میخواییم بریم پیش کسی که اصلا نمیشناسیمش بمونی؟ صدات مثل برادرمه. میدونم که اونجا راحت نیستیم، ولی حداقل تا یه کار پیدا کنیم. تو اصلا میدونی داری چی میگی؟ میگی یعنی زندگیمونو، همه چیمونو ول کنیم و از صفر شروع کنیم؟ مگه شدنیه؟ عذرا، من نمیتونم برم کرم. کارم اینجاست. مادرم خواهرم با درآمد من زندگی میکنن، اونجا چی کار کنم؟ یکی دو ماه کار پیدا میکنی. مربی ماهری مثل تو زود کارگیر میاره. منم هر کاری باشه انجام میدم. خونه میگیریم، به مامانتم پول میدیم. مامان تو چی میشه؟ اون که پیش خالمه، جاشم که خوبه. بعدن اونم میبریم. یعنی رفتن تا این حد راحته؟ نمیتونیم اینجا بمونیم. اون یارو ما رو میکشه. حالا من هیچی، ولی تو؟
فیلمی که دیروز فرستاده بودو مگه ندیدی؟ اون یارو روانیه. باید بدهیمونو بدیم. فرار کردن راه چاره نیست. نقشه های تو رم دیدیم. یه بارم به حرف من گوش کن. اینجا که آینده ای نداریم. تازه دست و پا زدن بیفایده است. من نمیتونم برم کرم. نمیتونم خونوادم رو بگم. خیلی خوب باشه، اونا رو میبریم. پس چه زندگی خوبی میشه؟ یه خونه دو خوابه، مامان تو، مامان من، خواهرم، همگی دور هم دست جمعی. آی باورم نمیشه که اینا رو اینقدر جدی داری میگی. همش خیال باطله. آخرشو من بهت میگم چی میشه. در به در میشیم. من همچین زندگی نمیخوام. فرار کردن و در به در شدن رو نمیخوام. حق داری. تو یه زندگی ثروتمندانه و لوکس میخوای. این برات از همه چی مهمتره. حتی از من و رابطه‌مونم برات مهمتره. داری چرند میگی کرم. من همچین چیزی نگفتم. یکم منطقی تر فکر کن. اینطوری نمیشه که. الو، بفرمایی. کرم، من نسلیان هستم، باید بیایی ببینمت. دفترتون؟ آره، منتظر. الو عذرا. سلام شبنم، چند روز هم دیگر رو ندیدیم، نگرانت شدم. انگار زیاد خوب نیستی. میخوای بیام با هم صحبت کنیم و یه قهوه با هم بخوریم؟ باشه، خوبه. فقط زیاد فرصت ندارم، نیم ساعته میام و برمیگردم. میبینمت. بهت که گفته بودم این رقیه قاطی کرده. از سختی شوهرش رو فرستاده داد، حسابی دیوونه شده. این پرچونه رو اگه کسی بتونه ساکت کنه شاهکار کرده. ببین تو رو خدا، دو ساعت رفته تو. تقصیر منه که به حرف تو اومدم. اومد، پاشو برو مزین. ببین چی کار میکنه. روز بخیر. واه چه خبره؟ چه دردی تو سینه داری تو دختر؟ دلتو نگاه کن، اینقدر پره. نگو خواهر. چه خبره؟ چه تو دختر؟
با دخترام مشکل دارم. آره معلومه. سه تا دختر داری؟ آره نه دو تا. بزرگی که آفتیه، خوشگلیشم به مادرش رفته. دختر عاقلی ها، ولی از عقلش نمیتونه استفاده کنه. تو رو خیلی ناراحت میکنه. نگو نگو. این یه دوست پسر داره. داره داره، یه پسر به درد نخور. آره نگاه کن تو فالشم اومده، 5000 نمیارزه. چیزه اگه دعا مینویسی، یه دعا واسه جدا کردن اینا میخوام. دخترم خیلی خواستگار داره، یکیشونم هست خیلی مایه داره، ولی اول باید اینا رو جدا کنیم دیگه. تو اصلا نگران نباش، من یه دعا میخونم فوت میکنم توی لیوان آب. یه دعا هم بهت میدم، فقط باید سر کیسه رو شل کنی. که اینطور باشه، هر چقدر بخوای میدم، فقط تو اینا رو ازم جدا کن. تو این کارا حل شده بدون. جان هاکان، باید با حرف بزنم. دنبال من. سلام آقا، میخوان نسیان خانم رو ببینه. گوش میدم، در چه خصوص باید حرف بزنیم؟ راستش نمیدونم باید از کجا شروع کنم. از وقتی که از شبنم جدا شدیم. جدا نشدیم، اونو ترکش کردی. آره ترکش کردم، ولی منم خیلی داغون بودم جان، دیگه نمیتونستم شبنم رو به چشم نامزدم نگاه کنم. وقتی اون بهتر شد من از بین رفته بودم. بهتره از اینا بگذاریم. میخوای برو سر اصل مطلب، زیاد وقت ندارم. من خیلی پشیمونم. منظورت چیه؟ 2 سال بود اینجا نبودم، همه چی رو ول کردم و فرار کردم. شبنم و تمام زندگیم و هر روز از خودم سوال میکردم و نهایتا فهمیدم من با جدا شدن از شبنم اشتباه بزرگی کردم. 2 سال تمومه که جز اون نتونستم کسی رو دوست داشته باشم، هنوزم نتونستم فراموشش کنم. فکر میکنی گفتن اینا معنی داره؟ یعنی به نظرت الان اینا رو گفتن فایده ای داره؟ روز تولدش براش گل فرستادم، بعدش میخواستم بهش زنگ بزنم ولی نتونستم. ولی امروز دیدمش و یه بار دیگه فهمیدم من هنوز عاشق شبنم. خب که یعنی راستش منم نمیدونم باید چیکار کنم. فکر کردم بهتره با تو حرف بزنم. ما قبلا دوستای خوبی بودیم. قبلا؟ بله. حرف دیگه ای نداری؟ به نظر من اینکه بری جلوی شبنم وایسی و اینا رو بگی خیلی بی‌معناست. البته خود دانی دلیل رفتارتو میفهمم،
اینکه تا این حد از دستم عصبانی و ناراحت باشی. روز بخیر. روز بخیر. حتما حدس میزنی که چرا بهت گفتم بیا اینجا. گفتم دخترم مریضه، کمکش کن. ولی تو چی کار کردی؟ از شبنم خواستگاری کردی. دوست دارم بدونم. بگو وقتی داشتی ازش خواستگاری میکردی چه نیتی داشتی؟ سلام شبنم. سلام. چون گفتی زود میخوای بری، من یه چیزایی سفارش دادم. کار خوبی کردی. چایی میخوری؟ نه، من آب پرتقال میخورم. ببخشین، یه چایی با یه لیوان آب پرتقال لطفا. خب چطور پیش میره؟ سر کلاساتم که نمیاد. آره نتونستم بهت خبر بدم، ببخشید. از این به بعد دیگه نمیتونم بیام سر کلاس. چرا؟ مشکلی هست؟ نه مشکلی نیست. گفته بودم که میخوام برم مسافرت، یه مدتی اینجا نیستم. کجا میری؟ نمیدونم، هنوز تصمیم نگرفتم، هرچی پیش بیاد. چقدر میخوای بمونی؟ فکر کنم چند ماه. چرا همچین کاری کردی؟ راستش به خاطر شبنم. من دلیلشو بهت میگم. فکر کردی که بهتر از فرصت استفاده کنی. نه، من دخترتونو دوست دارم. تو همین مدت کوتاه عاشق شدی؟ اونم تحت شرایطی که میدونی شبنم مریضه؟ دختر من داره با مرگ روبرو میشه. تو چنین شرایطی چطور میتونه ازدواج کنه؟ اول باید خوب بشه. باید اونو راضیش میکردی. چیزی که ازت خواسته بودم این بود. خب من فکر کردم اگه ازش خواستگاری کنم اون همه چیو به من میگه، اینطوری میتونم راضیش کنم. اما نشد، بهم هیچی نگفت. پس به این دلیل بود که ازش خواستگاری کردی؟ آره؟ بله. با کرم میونتون چطوره؟ میدونم که این اواخر هم دیگر رو زیاد میبینین. هم تو خوشحال بودی هم اون. دعوا کردین؟ یعنی امروز کرم رو تو کلوب دیدم، خیلی ناراحت به نظر میرسید. چیزی شده بین تو؟ کرم ازم خواستگاری کرد. ازت خواستگاری کرد؟ آره. خب تو چی گفتی؟ ازدواج میکنی؟ نه. چرا؟ یعنی اگه همدیگر رو دوست دارین چرا که نه؟ حرفاتو نمیتونم قبول کنم. من بهت اعتماد کردم و کمک خواستم. ازت خواسته بودم دخترمو خوشحال کنی. اما تو اونو بیشتر ناراحت کردی. در ضمن اگر شبنم پیشنهاد تو رو قبول میکرد، من اجازه نمیدادم با هم ازدواج کنم. از امروز به بعدم دیگه نبینم دورو برای دختر من بگردی. حالا میتونی بری.